الأولاد عندنا في الغالب أنهم يعلموا من أفلام كرتون. بچه‌ها امروز خیلی چیزها از فیلم‌های کارتونی و برنامه‌های تلویزیونی یاد می‌گیرند. نعم في افلام كرتوني يعلم الولد اذا ضاقت به الدنيا اذا حصلت له اي مشكله مع والديه ماذا يقول. در برنامه‌های کارتونی و فیلم‌ها کودک بهش آموزش داده میشه که اگر در تنگنای قرار بگیره چیکار بکنه. يقول تعويذه هذه غير مفهومه. کلماتی رو میگه تحت عنوان تعویض و امثال اینها با به شکلی که اصلا مفهوم نیست، معنادار نیست. و هي في الحقيقة استعانة واستعانة بالجن والشياطين. در حالی که اگر دقت بکنید اینها کلماتی است که در حقیقت کمک خواستن از شیاطین و جن هاست. نعم فيعلم الاولاد اكثر الاولاد يعلم الشرك من الصغر. و بدین ترتیب بیشتر بچه‌ها از خردسالی مسائل شرکامیز رو یاد می‌گیرن و بر همین اساس آموزش می‌بینن. نعم يعلم ايضا يكتب بعض الكتابات. حتی یاد می‌گیرن که برخی کلمات شرکامیز و سحرآمیز به گفته خودشون طوری که در برنامه‌ها گفته میشه بنویسن. یاخذ اشیاء نجسه ايضا و يكتب بها. یا چیزهای کثیفی بگیرند و مطالبی بنویسند، کلماتی بنویسند. هل النبی صلی الله علیه و سلم صنع هذا؟ آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم این کارو کردند؟ هل صنع هذا لاولاده؟ صنع هذا لفاطمه رضی الله عنها؟ یا به عنوان مثال این کارو برای فرزندان فاطمه رضی الله عنهم اجمعین انجام دادند؟ هل فاطمه رضی الله عنها صنعت هذا للحسن والحسین رضی الله عنهم؟ آیا فاطمه رضی الله عنها برای حسن و حسین رضی الله عنهما چنین کرد؟ من الذي يحفظ الأولاد ومن الذي حفظ أولاد النبي صلى الله عليه وسلم وأولاد بنت النبي صلى الله عليه وسلم. چه کسی فرزندان رسول خدا صلى الله عليه وسلم یا فرزندان دختر رسول خدا صلى الله عليه وسلم رو حفظ کرد؟ الله سبحانه وتعالى. بیشک الله متعال. الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم. همون که پیامبر رو دوست دارد. يحب آل البيت ومحبة آل البيت دين نتقرب به الى الله سبحانه وتعالى. و بر همین اساس هست که رسول خدا صلی الله علیه و سلم و اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو دوست داره و ما بر همین اساس به الله نزدیکی می‌جوییم. لابد ان يتبع ويسير على ما كان عليه اهل البيت. کسی که مدعی محبت پیامبر صلی الله علیه و سلم و اهل بیتش هست باید راه و روش رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو در پیش بگیره. لا نعلق على شيء على الرقبه على اليد على الرجل في اي مكان. لذا بر هیچ قسمتی از بدن و بر هیچ عضوی از اعضای بدن هیچ تعویضی آویزون نمی کنیم. النبی صلی الله علیه و سلم علم فاطمه رضی الله عنها و علی رضی الله عنهما ما لا يقولان اذا آوا الى فراشهما. رسول خدا صلی الله علیه و آله اسلام به علی و فاطمه رضی الله عنهما آموزش دادن که وقتی که به بستر خودشون میرن چه کلمات و چه دعایی رو بگن. لماذا نترك ما علم النبي صلی الله علیه و سلم ما علیه البيت و ناخذ ما ياتينا من الشياطين والدجالين والكذابين؟ چرا راهنمود و راه و روش رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو رها بکنیم و به راه و روش روی بیاریم که در حقیقت راه و روش دین سازان و دروغ پردازان و دجال صفتان هست؟ شرط المحبه الاتباع، اذا نحب اهل البيت لابد ان نتبع اهل البيت. شرط محبت پیروی است، لذا اگر مدعی پیروی از اهل بیت هستیم باید راه اونها رو بپیمایم. و اذا لم نتبع اهل البيت هذا دليل الكذب نسال عليه السلام والله اعلم. و اگر از اهل بیت پیروی نکنیم ادعای محبت اونها ادعای کذب و دروغ خواهد بود.